که برای من میفرستیدید بعضیاتون، بعضی قسمتاش کامل نبود. کنترل کنید، کامل کنید، برای من بفرستید. مثلا کتاب ریاضی و کتاب فارسی نگارشتون رو حتما کنترل کنید. بعد هم مطالعه کنید بچه‌ها. نه اینکه فکر کنید این چند روزی که ببینید سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، چهار روز میشه که شما تو خونه استراحت میکنید. این نباشه که فقط همش بازی کنید. نه، بازی بکنید، استراحت بکنید، خوابتون رو به موقع انجام بدید، ولی مطالعه هم بکنید. کتاب فارسی به خانمتون رو باز کنید، از اون درس ها بخونید، کلمات هم معنی رو هم تمرین کنید. باشه؟ کلمات هم معنی خیلی مهمه بچه های گل من، حتما کلمات هم معنی رو تمرین کنید. باشه؟ آفرین. از درس ها بخونید. منم براتون کلمات هم معنی درس کوشا و نوشا رو میذارم تو کانال، تو کانال واتساپ، اونها رو هم تمرین کنید که شنبه که میاد سر کلاس پر انرژی، پر توان بیاد سر کلاس. باشه؟ به حرفام گوش کردی؟ پس دیگه میخوام هفته دیگه که میخوام کتاباتون رو نگاه بکنم همه کتاباتون کامل باشه. کتابات کار و تمرین ریاضی، فارسی، علوم نگاه کنی ببینی کدوم صفحه رو انجام ندادی تا اونجایی که درس خوندی. بعد ببینید کتاب فارسی نگارشتون کدوم صفحه رو کامل نکردید از درس قبلی ها، یا کتاب ریاضی از درس های قبلی رو ببینید. باری کلا بهتون آفرین. مطالعه یادتون نره، حتما روخانی کنید درس رو، حتما کلمات هم معنی رو بخونید. خب آقای کامرانی چه سوالی داری پسرم؟ امیرعلی جان، امیرعلی فکر کنم امیرعلی یک بار باید بری بیرون رو بیاد. من بچه ها الان موقع اذان ظهره، من میخوام سه اذان رو بذارم براتون، بعد از اذان با هم دیگه صحبت میکنیم. باشه؟ آفرین بهتون. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن
بله پسرای گل من، صدای ملکوتی اذان رو شنیدین؟ خوب پسرای خوبم، دعا کردید بر هم دیگه؟ بله، یادمون نره هر موقع که صدای اذان رو میشنویم برای هم دیگه دعا کنیم، چون اگه ما بر هم دیگه دعا کنیم دعامون زودتر مورد قبول خدا قرار میگیره. یادتون هست که توی کتاب هدیه آسمانی خوندیم؟ گفتیم چی؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اول برای دیگران دعا کنید، بعدم برای خودمون. پس همیشه اول برای دیگران دعا کنید، بعد برای خودمون دعا کنید. آقای کامرانی گویا یه سوال داره، من جواب سوالو بدم. امیر علی جان سوال داری پسرم؟ امیر علی من میکروفونتو باز کردم، فکر کنم یک بار باید بری از کلاس بیرون، دوباره بیای تا درست بشه صدا. میکروفونت باز نمیشه دوباره. باز شد؟ امیرعلی؟ امیرعلی؟ خب مثل که باز نمیشه. تو رفتن خوبه صدا الان؟ چه سوالی داری پسرم؟ امیرعلی جون؟ میکروفونت انگار اشکال داره. امین علی نه میکروفونم درست شد؟ الان درست شده میکروفون. الان درست شد. خب بچه های خوب من، فکر کنم یه ذره اشکال داره ها. امیر علی، امیر علی، امیر علی یک بار برو بیرون. امیر علی بیا یک بار دیگه، برو از کلاس بیرون. خب چه میکروفونت اینجا بسته نمیشه، من هر کار میکنم. خب بچه های گل من، من کتاب علوم رو باز کنم که دوستاتون میخواد برامون صحبت کنن در موردش، یه کارمون رو انجام داده باشیم. خب حالا جلو هفته بیاریم بچه ها، بازش کنیم ببینیم. بله پسرای خوب من، من اول این صفحه رو یه مقدار در موردش توضیح بدم، بعد دوستاتون بیان و کنفرانسشون رو بدن. به طرح خوب من، ما در درس قبلی که پیام رمز پیدا کنی یک بود، در مورد صدا با هم صحبت کرد. گفتیم که بعضی صداها پیام رسانن، بعضی صداها آزار دهندن، بعضی صداها خوشایند هستن و بعد صداها هشدار دهنده، و در موردش همه صحبت ها رو با هم دیگه کرد. گفتیم بعضی از صداها کوتاهن، بعضی صداها بلند. امروز در درس امروزمون پیام رمز را پیدا کن شماره دو از فصل ششم، در مورد نور میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. گفتیم که نور بچه ها چیه؟ نور هم یک نوع پیام رسان هستش که سرعت انتقال نور از صدا بیشتره. سرعت انتقال نور از صدا بیشتره، یعنی برای اینکه ما یک پیام رو سریعتر ارسال کنیم از نور استفاده میکنیم، چون نور سریعتر پیام رو ارسال میکنه. حالا صفحه بعدی ما ببینیم دوستامون میخوان صحبت کنن. آقایون بازم که دستاتون بالا، سوال دارید؟ ما درس رو شروع کردیم. آقای قربانیان سوال دارید؟ رادین ببخشید خانم دست جانا میکروفون منو باز نکرده بود، یه ذره صداتون بد بود. خب الان میشه دیگه، شاید درست بشه الان. بذار ببینیم چجوریه. خب صدا خوبه الان؟ الان صدا خوبه؟ خب بله زدن صدا خوبه.
سپنتا. سپنتا بیاد. بله سپنتا. آفرین. بچه هایی که قرار امروز کنفرانس بدن همه بیان. باریکلا. آفرین. خب یکی یکی سپنتا. من دوربینتم باز میکنم. آماده باشید. درس رو شروع کنیم. باریکلا. خب سپنتا میخواد برامون آقای معلم کلاسمون. سپنتا جان دوربینش اجازه بدید باز بشه. خب نت یه مقدار امروز ضعیفه الان این زنگ. مثل که نتونست یاد. سپنتا. سپنتا. میکروفونت اول باز کن. سپنتا صحبت کن. سپنتا جان. سپنتا. سپنتا جان یک بار از کلاس برو خارج شد. دوباره بیا ببینم میشه وصل بشی. خب سپنتا. خب انگاری که خارج شد از کلاس. الان برگرده دوباره ببینیم. چون باید بچه ها لطفا دستاتون رو همه بیارید پایین. چون شماها نوبتتون نیست که الان صحبت کنید. الان نوبت فقط سپنتاست. برای چی دستا بالاست؟ بله فقط سپنتا. همه دستا پایین. آفرین سپنتا جان. سپنتا باز شد میکروفونه. خب سپنتا یه بار بذارید دوباره با براش باز کنیم ببینیم. سپنتا جو میکروفونتو باز کن. درس رو شروع کن. خب مثل که میکروفونش باز نمیشه. اشکال نداره. بچه ها صفحه بعدی رو آقای رادین میخواد برامون در موردش صحبت کنه. رادین صحبت میکنه بعدن که سپنتا درست شد. بذاریم سپنتا این دفعه باز میشه. سپنتا جان. سپنتا سلام خانم سالتی. سلام عزیزم. میکروفون دوربینت هم باز میکنم. خب بله سپنتا آقای معلم کلاس ما امروز. ما گوش میکنیم سپنتا به صحبتهای شما. سپنتا قراره صفحه 47 کتاب رو برای ما آموزش بده. بفرمایید سپنتا جان. سلام بچه ها. امروز میخواییم در مورد چراغ راهنمایی رانندگی صحبت کنیم. پلیس معمولا در خیابانهای خلوت برای راهنمایی راننده ها از سوت استفاده می کند. اما در خیابانهای شلوغ استفاده از سوت برای هشدار دادن به راننده ها با عابر پیاده و عابر پیاده کمکی نمی کند. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟ و بچه ها چراغ راهنمای رانندگی دو جور داریم. یکیشون چراغ راهنمایی راهنمایی رانندگی و یکیشون برای و یکی برای عابر پیاده. و سه رنگ چراغ راهنمایی رانندگی داریم. یکی سبز، قرمز و زرد. و چراغ راهنمایی رانندگی با استفاده از نور هشدار به راننده ها هشدار می دهد. چراغ قرمز کارش هستش که بگید وایسید و چراغ سبز هستش برید و چراغ زرد هستش احتیاط کنید. و چراغ عابر پیاده هر وقت یه آدمی که سبز که داره راه میره یعنی برید و اگر یه آدمی که قرمز که وایساده یعنی وایسید. خب
بله عالی بود، آفرین به شما، دست شما درد نکنه. مرسی به شما آقای معلم کلاس ما، ممنونم از اینکه انقدر قشنگ توضیح دادی، خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. متشکرم. بله بچه ها، سپنتا صفحه 47 کتابو خیلی زیبا و قشنگ توضیح داد. اول از روی متن درس بود، باریکلا، یعنی این خیلی هنره که باید ما اول از روی متن درس بخونیم بعد دونه دونه توضیح بدیم. گفتش که پلیس در خیابونای خلوت معمولا سوت میزنه یا تابلو راهنمایی رانندگی دستشه به ماشینا نشون میده و ماشینا میایستن یا حرکت میکنن، ولی در خیابونهای شلوغ که سر صدا زیاده، صدایی که سوت بزنه پلیس که صداشو کسی نمیشنوه، که راننده ها صداشو نمیشنون، که بعد چیکار باید بکنن؟ باید از چراغ راهنمایی رانندگی استفاده کنن. چراغ راهنمایی رانندگی بچه‌ها خودش یک پیام رسان هستش، یعنی توسط نوری که داره به از هر رنگ نور چراغ راهنما یه پیامی به راننده ها میده، یعنی هر رنگ نور چراغ راهنما یه پیام میده، یعنی اگه قرمز بود راننده ها تا میبینن چراغ راهنما قرمزه نیستن، نگاه میکنن ببینن اگر نور چراغ زرد بود احتیاط میکنه، یعنی خیلی آروم و آهسته میرن، اگر دیدن که چراغ رنگ چراغ نورش سبز بود به راحتی حرکت میکنن میرن. و هر چراغ راهنمایی دو نوع داشتیم که همینطور که استفنتا جون توضیح داد، یک چراغ راهنمایی برای عبور ماشین ها هستش و یکی برای آبرین پیاده هستش، که آبرین پیاده چراغشون دو رنگ داره، قرمز و سبز داره. اگه قرمز باید آبرین پیاده روی خط آبر پیاده حرکت کنن، اگر سبز بود میتونن راحت روی خط آبر پیاده رد بشن و به اون طرف خیابون برسن. بچه ها ما باید بدونیم که اگر یه موقع تو خیابونی بودیم که محل عبور خط آبر پیاده نبود و چراغ راهنمایی نبود، برای اینکه به اون طرف خیابون بریم حتما از پل آبرین پیاده استفاده کنیم. خب و راننده ها باید با دقت به چراغ راهنمایی توجه کنن که روی هر کدوم از این چراغ راهنمایی عددهای دیجیتال نوشته شده. نگاه کنید، من یادتون داده بودم تو ساعت توی درس ریاضی گفتم عددهای دیجیتالی، شما هم میتونید عددهای دیجیتالی رو روی کاغذ بنویسید. دیروز بهتون گفتم میتونید با چوب کبریت کاردستی درست کنید، روی کاغذ بچسبونید، از عدد 0 شروع کنید برید تا عدد 20 بچسبونید و قشنگ و کامل یاد بگیرید عددهای دیجیتالی رو، چون علامت عددهایی که روی تا چراغ‌های راهنمایی رانندگی هست عددهای دیجیتالی هستن بچه‌ها، که ما باید عددهای دیجیتال رو بلد باشیم که این عددها رو بخونیم، که وقتی نزدیک میشه به این که چراغ داره چراغ سبز میشه، ولی وقتی نزدیک میشه که چراغ قرمز بشه ما سرعتمون رو کم کنیم، همونجور با سرعت چهارراه نریم که یه دفعه چراغ قرمز شه ما از به قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نکنیم و رد بشیم. آفرین، دست شما درد نکنه آقای سپنتا که این صفحه رو به خوبی یاد دادی. صفحه دوم که همون بازی بودش که ما در فصل قبل بازی با صدا رو انجام دادیم، اینجا بازی با نور هستش. انشالله یک روز من اتاق تاریک میکنم این بازی با نور رو با هم دیگه هفته دیگه انجام میدیم. اگر زمان داشته باشید مجدد براتون توضیح میدم که شما تو خونه تو این تعطیلات بازی کنید. الان آقای رادین، آقای رادین صدرایی قراره بر ما صفحه پسرا 49 رو درس بدن. باریکلا آقای صدرایی گل، منتظرتیم رادین. سلام. سلام خانم سلطیشو، من امروز در مورد نور صحبت کنم. نور چیه؟ نور کارش اینه که ما کمک کنه تا بتونیم ببینیم، وقتی نور نباشه ما هیچ چیه نمیبینیم. چیزایی که از خودشون نور میدن اسمشون هست منبع نور، که خورشیده، شمعه، آتیشه و لامپه. باری کلا، آفرین. ما
کمک میکنه که بهتر بتوانیم ببینیم. باریکلا. آفرین. آفرین. خیلی میتواند وقت زمین را روشن کنه. باریکلا. آفرین. وقتی صبح هست نور خورشید کمک میکنه که بتونیم چراغ خونه رو روشن کنیم، بتونیم ببینیم. و در شب اگه چراغ خونه روشن نباشه ما هیچی نمیبینیم. بله، مرسی. دست شما درد نکنه. تموم شد. بله. باریکلا، باریکلا. این هم آزمایشش بود. درسته. ببینید بچه ها. درسته. این بازی با نور بود. خیلی هم قشنگ بود. فیلمش هم برای من ارسال کرده. من فیلمش رو دیدم. چقدر هم قشنگ انجام شده. بله خیلی خوب بود. دست شما درد نکنه آقای رادین طراحی، بسیار عالی توضیح دادید. ممنون از شما. مرسی. بچه‌های گل من آفرین بهتون. یعنی فوق‌العاده اید. دیگه اصلا شما خودتون یه معلمی. اینقدر قشنگ توضیح میدید. اینقدر قشنگ کاراتون رو نشون میدید. باریکلا بهتون. آفرین. حالا من این قسمت رو یه مقدار توضیحش رو کامل‌تر میکنم. خیلی خوب توضیح دادید. صفحه 47 که عالی سپنتا توضیح داد، ولی من یه مقدار کامل ترش کردم. و صفحه 49 را هم رادی خیلی قشنگ توضیح داد، ولی من الان یه توضیحاتی رو در موردش میدم که شماها بهتر یاد بگیرید. بچه اینجا گفته فعالیت، کتاباتون هم میتونید جلوتون بذارید. به کمک دوستان خود تصاویر جدول صفحه قبل را در دو دسته قرار دهید و هر دسته را نامگذاری کنید. بچه همون بازی قبلی، ببینید این تصویر ها را. شما هم میتونید یه تعداد تصویر بر خودتون انتخاب کنید و این بازی رو تو خونه انجام بدید. اینجا گفته که بچه اونجا ما گفتیم که یه مقوایی رو بردارید، توش یه فلش بکشید، دور فلش رو قیچی کنید، بعد یه مقوای سفید بذارید یا روی یه دیواری که سفید باشه. اون کاغذی رو که توش خالی کردید، اون مقوایی رو که توش فلش رو در آوردید از توش دست بگیرید، یکی از دوستاتون با نور چراغ قوه بندازه و ببینید که سایه، ببینید نور از کدوم قسمت‌های مقوا عبور میکنه. نور از قسمت‌های ما پوشیده مقوا عبور میکنه یا از قسمت خالی مقوا. باریکلا، ما توی فیلمی که توی تدریس رادین دیدیم که رادین او قوطی رو که گذاشته بود بعد نور و چراغ رو بهش گرفته بود، عکس یک پرنده شده بود بچه ها، چون اون قسمتش خالی بود و قسمت های دیگه اون نور عبور نکرده بود. نور از قسمت های پوشیده عبور نمی کنه، فقط از قسمت هایی که خالی هست عبور می کنه. که وقتی بازی با نور رو رادین بهمون نشون داد، عکس اون پرنده رو به دیوار دیدیم. اینجا هم این سه تا دختری که دارن این آزمایش رو انجام میدن، اون دختری که چراغ قوه رو گرفته ببینید با فاصله ایستاده و اون دختری هم که مقوای زرد دست گرفته یکی هم مقوای سفیده. چه نور رو که انداخته عکس چی به مقوای سفید افتاده؟ آفرین، دقت کنید، عکس اون فلشی رو که ما توی مقوا در آوردیم، خالی کردیم، برش دادیم. پس نور بچه ها از تمام قسمت های مقوا، گفته آیا نور از تمام قسمت های مقوا عبور میکنه؟ نه، نور فقط از قسمت های که خالی هست تو مقوا عبور میکنه. نور از قسمت های مقوا که پوشیده شده عبور نمیکنه، از اون قسمتی که عبور میکنه که بریده شده خالی هستش. در قسمت پایین بچه های گل من براتون توضیح بدم بیشتر. گفته اجسامی مثل چراغ قوه و خورشید و هر جسمی که از خودش نور بدهد چشمه نور است. که رادین به همون توضیح داد، شمع بود، لامپ، چراغ قوه، خورشید. بله، خورشید، چراغ قوه، لامپ، چراغ مطالعه، اینا همه چی هست؟ اینا همه منبع نور هستن یا چشمه نور هستن. منبع نور و چشمه نور هر دو مثل هم، هیچ فرقی نمی کنه. هم چشمه نور هم منبع نور فرقی نداره. پس چراغ قوه، چراغ مطالعه، شمع، لامپ، خورشید،
اینها چی هست؟ اینها چشمه نور هستن. گفته چه اجسامی از خودشان نور دارن؟ بچه ها ما بعضی از اجسام هستن که از خودشون نور دارن، بعضی ها هستن که به وسیله انسان ها درست شدن که نور داره نور میشن. ما دو نوع اینجا نور داریم. چشمه نور ما دو نوع هستش. یه نور هستش نور طبیعی، یه نور داریم نور مصنوعی. خب چشمه ما دارای دو تا شاخه است. ببینید چشمه ما دو تا شاخه داره. الان من اینجا توی یک کتاب براتون می نویسم اینجا. خب اجازه بدید من این قسمت رو براتون بزرگترش میکنم، بیارمش بالاتر که خوب ببینید. بچه ها این قسمت پایین، قسمت بالا رو دیگه توضیح دادم، این قسمت پایین رو دارم براتون توضیح میدم. ما گفتیم چشمه نور، گفتیم هر چیزی که از خودش نور داشته باشه میشه چی؟ میشه چشمه نور. من اینجا الان برای شما ها مینویسم چشمه نور. اجازه بدید که بنویسم براتون. خب من اینجا مینویسم چشمه نور براتون. میخوام اینو قشنگ توضیح بدم که خوب متوجه بشید. چشمه نور. خب اینجا من چشمه نور رو دارم، میذارمش اینجا. چشمه نور رو میام اینجا، برای این چشمه نور دوتا چی میکشم؟ دوتا شاخه میکشم، مثل نمودار شاخه ایمون. بچه ها یادتون هست نمودار شاخه ایمون؟ ببینید من اینجا دوتا شاخه میذارم. خب دیدید بچه ها چشمه نور دو نوعه. چشمه نور دو نوع داریم. یک چشمه نور داریم، چشمه نور چی؟ طبیعی. یک چشمه نور داریم، چشمه نور مصنوعی. پس اینجا چشمه نور ما دو قسمت داره. یه قسمت نور ما هست طبیعی. طبیعی. خب یه قسمت نور ما هستش چی پسر خوشگلم؟ مصنوعی. اینجا طبیعی رو من اینجا میذارم. یک چشمه نورم داریم مصنوعی. من اجازه بدید رنگ عوض بکنم که بتونید قشنگ ببینید شما. مصنوعی. حالا میخوایم ببینیم چشمه نور ما طبیعی چه چیزایی هستش، چشمه نور مصنوعی چه چیزایی هستش. خب من اینجا توضیح میدم. پس اینجا ما دو نوع، ما چشمه نورمون دو نوعه. یه چشمه نور طبیعی داریم، یه چشمه نور مصنوعی داریم. چشمه نور طبیعی چیه؟ چشمه نوریه که اصلا نیازی به ماها نیست، خود به خود نور داره، مثل خورشید. رعد و برق رو دیدی؟ وقتی برق میزنه وسط آسمون همه جا روشن میشه. این برقش، رعد و برق ردش صداست، ولی برقش نوره. خب میشه نور طبیعی. پس چشمه نور طبیعی میشه چی؟ میشه خورشید و برقی که تو آسمون میزنه، رعد و برق. ولی چشمه نور مصنوعی ما زیاد داریم، مثل چراغ قوه، مثل چی؟ چراغ مطالعه، شمع، لامپ. اینها چشمه نور مصنوعی هستن. پس چشمه نور مصنوعی مثل چراغ قوه، شمع، لامپ و چراغ مطالعه، یا حتی چراغ قوه های گوشیمون، اینها نور، چشمه نور مصنوعی هست. ولی چشمه نور طبیعی خورشیده. که بچه ها اینو بدونید که خورشید بزرگترین چشمه نور هستش. خورشید بزرگترین چشمه نور هستش و مهمترین و بزرگترین چشمه نور چیه بچه ها؟ خورشیده. ولی چشمه نور مصنوعی شمع، چراغ مطالعه، فانوس، لامپ، چراغ قوه، اینها میشن چی؟ میشن چشمه نور مصنوعی. پس اگر ما گفتیم چشمه نور طبیعی چیه، میگید خورشید. مهمترین چشمه نور بچه ها خورشیده. حالا در فصلهای دیگه هم یاد بگیریم مهمترین چشمه نور، نور و گرما خورشید هستش، که نور و گرمای زمین به وسیله خورشید هستش. گفته چرا در روز روشن که لامپا روشن نیست میتونیم ببینیم؟ برای اینکه خورشید نورشو به زمین میندازه و همه جا روشن میشه.
دیگه ما نیازی به لامپ و نور نداریم، درسته؟ پس هنگام روز نور خورشید، خورشید نورشو به زمین میتابونه و همه جا روشن میشه و ما میتونیم همه جا رو ببینیم. ولی شب که تاریک هست و هیچ نوری نیست، ما هیچ جا رو نمیتونیم ببینیم. بچه های گل من، پس اینجا ما فهمیدیم که چشمه نور دوتاست. یه چشمه نور طبیعی داریم، یه چشمه نور مصنوعی داریم. خب، یه نکته مهم بگم، این که سرعت انتقال نور از صدا بیشتره. یعنی این که ما برای این که پیامی رو سریعتر انتقال بدیم، از نور استفاده میکنیم. مثلا یک جایی توی جنگلی گیر میکنیم، شبه، نمیتونیم کسی رو صدا بزنیم، چی کار میکنیم؟ از روشن کردن آتش نور میدیم به از نوری که ایجاد میشه میفهمن مثلا به کمک ما میان. یا توی خیابون مشکلی برامون پیش میاد، با چراغ ماشینمون که روشن رو خاموش میکنیم میان کمکمون میکنن. پس ما فهمیدیم که پیام از طریق نور سریعتر از صدا هست. خب، ما گفتیم که بعضی چیزها روشنن، بعضی چیزها تاریکن. نور از جسم تاریک، بچه ها چی از جسمای رنگ تیره زودتر عبور میکنه تا از جسمای رنگ روشن. این صفحه را پسر گلمون کسرا میخواد در مورد صحبت بکنه. من دیگه صحبت نمی کنم، کسرا. کسرا جان، آفرین به کسرا. کسرا جون، باز کردم. اینجا کسرا میخواد برامون توضیح بده. کسرا باز شد؟ خب، یک بار خاموش میکنم، دوباره برات باز میکنم دوربین تو. ببینم ماهان چی کار داره. ماهان جان سوال داری عزیزم؟ ماهان جان؟ ماهان؟ سلام. سلام عزیزم. بله، دو روز تعطیلی. یه روز نداریم؟ نه، آخر درس براتون میگم. باشه؟ درس. برات توضیح میدم. براتون دوباره توضیح میدم. فکر کنم شما دیر به کلاس وارد شدید. الان کسرا برامون صحبت کنه. کسرا جان. بله. سلام عزیزم. بفرمایید درس امروز رو آقای معلم ما میده. مشاهده کنید. در یک روز آفتابی میتونید مثلا هر چیزی مثل اسباب بازی یا هر چیزی رو ببرید جلوی نور خورشید که سایه‌ش رو ببینید و باش سایه مختلفی بسازید. گفتگو کنید. چرا سایه تشکیل میشود؟ آیا سامن تمام اجسام که در مقابل گرفته مثل هم تیره است؟ بله درسته. آیا با شیشه همین تمام سایه درست کنیم؟ امتحان کنیم؟ نه نمیشه، چون که شیشه نور ازش رد میشه. باریکلا، آفرین. خب قبل از کرونا یا بعد کرونا میتونیم سایه دوست خود را روی مقوا بیاندازیم و آن را بکشیم. بله. اسکاه فکر، آیا در روز آفتابه میتوانیم سایده خودتان رو از بین ببرید جوری که ندارید خورشید به شما بتابه؟ خب باریکلا، آفرین. خوشتر نگاه کردم به خورشید به طور مستقیم باعث آسیب دیدن چشم شما میشود، پس هیچ وقت نباید چه مستقیم خورشید رو ببینیم. آفرین، خیلی خوب بود، متشکرم از شما، باریکلا، آفرین به شما. بچه ها، ما امروز سه صفحه را دادیم به سه تا از دوستای شما، بسیار قشنگ درس دادن، آفرین به شما، ممنونم ازتون، یعنی فوق‌العاده اید بچه های کلاس دو سه، باریکلا بهتون، یه دست خوشگل برای همه تون میزنم. همه تون به نوبت باید کنفرانس بدید، باید بیاد اینجا آقای معلم بشید، من گوش بدم. باشه پسرای خوبم، حالا من توضیح میدم این صفحه رو که شماها کس رو خیلی قشنگ توضیح داد. حالا من توضیحات کس رو یه مقدار کامل تر کنم. گفته مشاهده کنید،
در یک روز آفتابی اجسامی که در اختیار دارید به حیات ببرید و آنها رو مقابل نور خورشید قرار بدید و سایه درست کنید. سایه های مختلف درست کنید. بچه ها اینو بدونید که بعضی از چیزها نور ازش عبور میکنه، مثل شیشه، آب. آب هم نور ازش عبور میکنه، مثل شیشه و آب نور ازش عبور میکنه و ما نمیتونیم سایه تشکیل بشه ازش. ولی در بعضی چیزها که ازش نور عبور نمیکنه، بچه ها پشت اون چی تشکیل میشه؟ سایه تشکیل میشه. الان نگاه کنید به وسایلی که دست دوستاتون هست. بعضی سایه ها بچه ها اینجا گفته آیا سایه تمام اجسامی که در مقابل نور گرفته میشه تیره است؟ نه بچه ها، همشون تیره نیستن. بعضی هاشون کم رنگ ترن، بعضی سایه ها پر رنگ ترن. خب پس اگر دستمون یه جسمی باشه که نور ازش بشه رد بشه، سایهش کم رنگ تر میشه. ولی اگه جسمی تو داشته باشیم که نور از اون رد نشه، عبور نکنه، سایهش پر رنگ تر میشه. چرا سایه ما آدم ها پر رنگه؟ چون نور از ما عبور نمیکنه. بچه ها همیشه بدونیم که نور، چون نور از شیشه عبور میکنه، نمیشه سایه ازش درست کرد. پس نور از شیشه و آب عبور میکنه و هیچ وقت ما نمیتونیم سایه رو باهاش انجام بدیم، سایه تشکیل نمیشه باهاش. ولی نور از جسم های تیره میتونه چی بشه؟ میتونه عبور نکنه و پشت سایه ایجاد بشه. ما تو کلاس اول یاد گرفتیم سایه چیه. گفتیم وقتی که نور به جسمی بتابه، وقتی نور به جسمی میتابه و از اون عبور نمیکنه، پشت اون سایه تشکیل میشه. ببینید وقتی جسم این نوره، وقتی نور به جسمی بتابه که نور از این جسم عبور نکنه، پشت اون سایه تشکیل میشه. ولی اگر ما یه لیوان شیشه‌ای دستمون باشه، چراغ قوه رو بگیریم، نور از لیوان شیشه‌ای عبور میکنه و اصلا سایه تشکیل نمیشه. و اینو هم بدونید که گفته سایه دوست خود را در مقابل، گفته که سایه دوست خود را روی مقوا بیاندازید، آن را بکشید. یادتونه سال قبل رفتیم تو حیات وایسادید دوستاتون سایه هاتون رو کشیدن؟ این درسته. پس ببینید میتونیم سایه هامون رو با گچ هم روی زمین بکشیم، میتونیم همینجوری بریم تو آفتاب وایسیم سایه همون که میافته زمین ببینیم. همیشه سایه ها از خود آدم ها و اجسام بزرگتر. خوب دقت کنید، سایه در صبح و عصر از ماها بلندتره، ولی هنگام ظهر سایه هامون کوتاهه. ما سال قبل هم درس سایه رو داشتیم، گفتم هنگام ظهر سایه همون کوچولو کوتاهه، ولی صبح و عصر سایه همون چیه بچه ها؟ بلندتره. چون نور خورشید ظهر راست به ما میتابه، وقتی که راست یا عمود به ما بتابه، سایه همون کوتاه میشه و کوچولو میشه، زیر پاهامون میفته. ولی وقتی نور خورشید مایل به ما بتابه، سایه‌مون صبح و عصر، چون نور خورشید مایل به ما میتابه، سایه‌مون بلندتر میشه بچه‌ها. پس بدونید وقتی نور خورشید مایل به ما بتابه، سایه‌مون بلندتره، ولی وقتی راست به ما بتابه، سایه‌مون کوتاه‌تر میشه. اینجا گفته چرا سایه تشکیل میشود؟ وقتی که در قسمت گفتگو کنید، گفته چرا سایه تشکیل می شود؟ وقتی که نور از جسمی عبور نکنه، پشت اون جسم سایه تشکیل می شود. وقتی دقت کنید سوالها رو خوب به ذهنتون بسپارید. چرا سایه تشکیل می شه؟ وقتی که نور از جسمی عبور نکنه، پشت اون جسم سایه تشکیل می شود. گفته آیا سایه تمام اجسامی که در مقابل نور گرفته شده مثل هم تیره است؟ نه. بعضی از اجسام رنگ، سایه اجسام کم رنگ‌تره، بعضی سایه ها پر رنگ‌تر هستند. گفته آیا با شیشه هم میتوان سایه درست کرد؟ امتحان کنید. نه، نمیشه با شیشه سایه درست کرد، چون شیشه شفافه، نور رو از خودش عبور میده. آب هم همینطوره. الان یه پارچه آب دست بگیرید، یا یه لیوان آب، لیوان شیشه‌ای که آب توشه، نور چراغ قوه رو بگیرید، سایه تشکیل نمیشه ازش. خب سایه دوستتونم که گفتم،
بعد اینجا گفته ایستگاه فکر، گفته آیا در روز آفتابی می توانید سایه خودتان را از بین ببرید؟ چگونه؟ اگر ما در معرض نور خورشید باشیم نمیتونیم سایه‌مون از بین ببریم، یعنی تو آفتاب باشیم نور آفتاب به همون بتابه نمیتونیم سایه‌مون از بین ببریم، مگر اینکه بریم یک چیزی رو مانع کنیم بین خودمون و خورشید، مثلا بریم پشت یک دیوار بیستیم سایه‌مون رو چیکار میکنیم از بین میبریم، یا بریم پشت یک درخت بایستیم که خورشید که به درخت میتابه سایه ما رو نگیره. پس اگر یک چیزی رو مانع خودمون بکنیم سایه‌مون چیه؟ نمیفته. گفته در قسمت پایین گفته نگاه کردن به خورشید به طور مستقیم باعث آسیب دیدن چشامون میشه. بله بچه ها، نور خورشید ما به چشمون بتابه باعث، ما نباید مستقیم به نور خورشید نگاه کنیم، به چشمون آسیب میرسه. به نور لامپ چراغ نباید مستقیم نگاه کنیم، جایی که جوشکاری انجام میدن آهنگری ها نباید نگاه کنیم، چون این نورها به چشم ما آسیب میرسون. ما وقتی که رادین صحبت کرد با بعضی از چیزها از خودشون نور دارن، بعضی چیزها نور ندارن. ما چیزهایی که نور داشتن مثل شمع، چراغ مطالعه، لامپ، خورشید، چراغ قوه، گفتیم اینها از خودشون نور دارن، ولی چیزهایی که از خودشون نور ندارن مثل دیوار، مثل کتاب، مثل میز، تو خونتون نگاه کنید بعضی چیزها اصلا از خودشون نور ندارن، خب و برای دیدن اونا نور لازمه، یعنی ما وقتی میخوایم کتابو بخونیم باید نور باشه که بتونیم کتابو بخونیم، برای اینکه بخوایم تلویزیون مثلا وقتی که روشنه نور داره، وقتی خاموشه نور نداره، یا مثلا دیوار، ما اگه شب حرکت کنیم دیوار رو نمیبینیم، شاید میبینی اگه تو تاریکی بری به دیوار بخوریم، چون برای دیدنش به نور نیاز داریم. پس برای دیدن بعضی از اجسام ما به نور نیاز داریم. پسرهای گل من، مرسی که تا اینجا این چند سفر رو کمک من کردید و کنفرانس دادید. انشالله بقیه درس رو روز شنبه سه تا از دوستای دیگه تون میخوان کنفرانس بدن برامون. هر درس علوم رو به شماها میگن کنفرانس بدید. آفرین که اینقدر کمک من هستید آقای معلم های کوچک. ماهان از من سوال کرد، بله بچه ها، فردا و پس فردا روز سه شنبه و چهار شنبه ما کلاس نداریم، مدرسه علم و ایمان به خاطر شما پسران کوشا بهتون جایزه داده، گفته که تعطیل باشید، استراحت کنید و برای رفع خستگیتون دو روز تعطیل کرده. من تکلیف نوشتنی نمیدم که شماها بنویسید، ولی ازتون خواهش کردم مطالعه کنید، روخانی کنید، کلمات هم معنی رو بخونید، کتاباتون رو کنترل کنید، اگر که صفحات قبلی رو که ما درس دادیم و گذشتیم کامل نشده کامل کنید، کتابای کار و تمرین فارسی، ریاضی، علوم، کتاب ریاضی خودمون، کتاب فارسی نگارشمون رو کنترل کنید، کاملم کنترل کنید توی چند روز. مرسی ازتون، انشالله که خیلی بهتون خوش بگذره این چهار روز تعطیلی و روز شنبه شاداب و پر انرژی روی ماه همتون رو ببینم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، روخانی یادتون نره، کلمات هم معنی هم یادتون نره، استراحت کنید، بازی کنید، ورزش کنید و شاد باشید، شاد و پر انرژی، لبتون خندون و دلتون شاد. مرسی ازتون، خدا قوت به همتون، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم، خدایا رو نگهدارتون.